معاون هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل تاکید کرد که یمن بدترین بحران انسانی در جهان را پشت سر میگذارد و هیچ کشوری در جهان به اندازه آن از گرسنگی رنج نمیبرد مارک لوکوک هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اوضاع انسانی یمن را بدترین شرایط موجود در جهان توصیف کرد به یمن بدترین بحران انسانی در جهان را پشت سر میگذارد و هیچ کشوری به تعداد آن گرسنه ندارد هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل افزود اقدامات بایدن امیدواری در مورد اوضاع یمن را افزایش داد اما اگر این حرفها عملی نشود امید به وجود, به وجود آمده از بین خواهد رفت وی با تاکید بر اینکه دو سوم مردم یمن به کمک های فوری نیاز دارند تصریح کرد روی کرد دولت بایدن به دیپلماسی و کمک در یمن شانس موفقیت بیشتری ایجاد خواهد کرد مایک لوکو گفت تنها راه حل بحران یمن فرایند صلح است و اکنون توافق خوب و جامعی برای صلح در یمن وجود دارد جو بایدن از زمان آغاز به کار خود به عنوان رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که اولویت دولت او یمن و پایان دادن به جنگ در این کشور است اما هنوز اقدام عملی خاصی در این زمینه صورت نگرفته و همچنان حملات اطلاف سعودی به مردم بیدفاع این کشور و نیز محاصره آن ادامه دارد. در همین حال شبکه المسیر گزارش داد که عربستان سعودی طی شبانه روز گذشته 18 بار شهرستان سرواح و دو بار منطقه مدقل در استان معرب را بمباران کرده است این حملات همزمان با پیشروی گسترده نیروهای ارتش و کمیته مردم یمن در استان معرب صورت می گیرد و تلاش برای متوقف کردن این پیشروی از سوی ریاض و متحدان آن همچنان ادامه دارد.